توی هم کتاب نبوی تایلت مثلا هست، میگه محمد تاج پادشاهی بر سر خواهد گذاشت. اونا میگن کتر. کتر توی همین انسانی که اینا از درخت کابالا تصویر میکنن، یا خطر یا کتر، تاج پادشاهی بر سرش. تو بسیاری از این فیلماش هم دعوا سر همون تاجه، یعنی حکومت بر جهان. بعد آخرین مرحله بهش میگن ملخوت یا ملکوت. از کتر شروع میشه، 10 تا میوه داره این درخت، 22 تا شاخه که با این میشه 32 تا. مرحله آخر که به ملخوت میگه رسیده، این آدم رو روی کره زمین نشون میدن، یعنی دیگه زمین رو زیر پاش گذاشته، دیگه رسیده به ملکوت آسمان ها. اینها به وجود انسان ویژه پی برده بودن، میدونستن یه جایگاه هست که اشرف مخلوقات میشه، شما مسجود ملائکه‌ای. اما خب اینو به قهقرا بردن. اونو من چون قبلا عرض کردم، میفرماد که اونا میگفتن که به مرحله میرسی که فرشتگان هم به حرفت گوش میدن به عوض خدا. منتها فهمشون این بود، یه بخش مرض ریختن، قرآن میفرما مرض هم داشتن، که چی؟ جنیان رو جا فرشته ها جا زدن. قرآن برای اولین بار اینا لو داد، میگه نه، ابلیس فرشته نیست، اینا جنیانه. متاسفانه اثرشون رو بر مفسرین مسلمان هم گذاشتن. بخیر مفسر مسلمان هم شیطان رو فرشته میدونن برخی، اما اکثریت نه. قاطبه که کان من الجن، همین صراحت. اینجا اونا میگن این جن نه، کان من الجن یعنی پیچیده بود، پوشیده بود شخصیتش، اینجوری تفسیر میکنن. و اینا میدونن یه همچین موجودی هست، بهش میگن ناشی. گفتم اینا پیغمبر ناویه، نبی، اونا بهوه تلفظ میکنن بعضن. اما میگن یه کسی هست از جایگاهش از پیامبری هم بالاتره، اون ناسیه، که چون یهودی ها سه و شه تلفظ میکنن میگن ناشی. همین الان به رئیس جمهور میگن ناشی. اون چیه؟ اون کسیه که برای یه قوم خاص نیست، اون بر کل انسان ها حاکم. اینا دیده بودن حضرت ابراهیم به اون مقام رسید، چون اینو تو تورات داریم که ادونای نسیم، میگه تو امام سرور ما خدا شدی، ولی الله شدی، خلیفت الله شدی. اینو ما میتونیم بفهمیم، اما اینا چون کلمشو الان ندارن تو ترجمه نوشتن ای ابراهیم تو رئیس خدا هستی، چون ناسی میشه رئیس کل، خدا هم که خداه، میگه رئیس خدای این دیگه چه چرتیه، اینا کجا. ما میگیم نه، این ولی الله، ما میفهمیم یعنی چی. این ولی یعنی سرپرست دیگه، درسته؟ اشهد ان علی ام ولی الله، همین که همین عبارت، یعنی حضرت علی سرپرست خدا، استغفر الله. نه دیگه، تو ذیل اون ولایتی، تو خلیفه اویی. اینا فهمیدن. خیلی از نکاتی که در کابالا بیان شده انحراف یافته یک حقیقت است. من به شما میگم مثلا اینو فهمیده بودن که ابر انسانی میتواند باشد، اما به جای اینکه بیان اینو در عبودیت ببینن، شما چجوری خدا فرشته ها رو به فرمان شما در میاره که عبد بشه؟ اینا میگفتن نه، بریم سراغ جنا، چون زمان سلیمان دیده بودن. رفتن دوباره بازی ها. خب شیاطین جنی چجوری به اینا اجازه داشتن؟ اجازه که نه، یعنی کمک میکردن که اونا کارهای شیطانی انجام بدن. برای مثلا مکتب یهود دو تا شد، یه مکتب پنهانی که کابالا رو پیش میبرد و آرام آرام بر یهودیت سلطه پیدا کرد، اینا همون مکتب سامریان گوسال پرستان، مخفی شدن، باطنی شدن، خودشون رو ظهور و بروز ندادن، اما آرام آرام یهودیت رو به دست گرفتن. اینا همون صهیونیستان دنبال همجنسگرا، تو چجوری دنبال این چیزا میری؟ اینا همون کسایی که تحریف کردن کتاب خدا رو. یک جریان متأثر از مصر و باستان ادامه پیدا کرد. حالا ریشه این چیه، نکاتش چیه، ربطی به دعا نداره، من میگذرم.